امروز اومدیم موزیکای رو با هم ببینیم که 10 تاشو توی پارت اول می‌خوایم با هم ببینیم که یا خیلی آندرریتد بودن یا موزیکایی بودن که زمان خودشون خوب بودن و خفن ولی نسل جدید خیلی نشنیده و موزیکایی هن که باحال الان بریم بشنویمشون و از اکثرشون حدوداً 10 سال میگذره. این لیست رو با هم میریم نگاه میکنیم، شما هم حتما تو کامنت ها بنویسید به نظرتون کدوم ترک ها هستن که فراموش شدن یا کدوم ترک ها هستن که بهتر دوباره شنیده بشن یا کدوم ترک ها هستن که به حقشون نرسیدن، کمتر دیده شدن یا به نوعی underrated بودن. میریم که با هم این ویدیو رو داشته باشیم، در حینی که داری سابسکرایب میکنی و لایک میکنی اگر ویدیو خوشت اومد، اگر هم خوشت نیومد که دیسلایک. یکی از ترکایی که به نظرم خیلی underrated برمیگرده به زمان اوج گروه تریک و البته پلاگ که اون زمانا بودن و چه دوران باحالی بود. ترکی هست با آهنگسازی سعید دهقان به اسم مرز از آیین که چه چیزیه. آب سرکشم تو جایی داغ، کلی راه باز میکنم وقتی سرگرمی به قافیه ها. این ترک برمیگرده به زمان فیسبوک 11 سال پیش، ترکی که خیلی کمک کرد به کریر علی جیدال که نشون بده چه رپر خوب و باحالیه و یکی از لقبهاش میشه گفت اصلی ترین لقبش یعنی شاعر مریض. اسم این آهنگ جیدال شاعر مریض. ببینیم میگی مثل ایران میمونه، کم کم ما یفش روز تعطیل رسمی ام میخواد به ما خوب برسی ولی کجا. یه ترک اینجا داریم که اگه انرژیت خوب نیست، بیحالی، میخوای پاشی بدوی بپری بری تمرین کنی و این داستان ها، البته که باید خیلی هیپ هاپی باشی. ترک فریاد هیپ هاپ از حامد اسلش و سامبوی که به نظر من یکی از بهترین ترک های فست و چقدر خوبه ورس سامبوی. قلمه کیچر و هفته رو گنگ به تو رب یاد داده، یاد داده به تو جنگ، قدمام هیجر و رفته رو کرد دشمنه، حالا دیگه فک کمیه تو فنگ. این یکی ترک رو نگم واسهتون، ویدیوش هیچ وقت نرید ببینید، اگه رفتید ببینید برید ببینید، خیلی سمه، حالا خیلی چیزی از دست نمیدید، خیلی ویدیو عجیب غریبی نداره. اما ترک چه ترکیه، چه ترکیه، آهنگسازی ورسا عالی، البته به جز ورس 3 که یک رپری هست به اسم مسکین که حالا میتونید اونو گوش نکنید یا اگه نبود بهتر بود، توی ویدیوش هم نیست و یکی از بهترین پانچ لاین های تاریخ رپ فارسی توی این آهنگه که میگه انقدر کلمه ها آره. سفر خلصه و سینا فریاد این آهنگو خوندن، اسمش علت، برمیگره به اون دوران سم کلمه باز که آهنگای باحالی ازشون میومد. آجی راست میگه داف میخوایم چیکار، انقدر کلمه ها کسر واجر. رک بعدی که داریم برمیگرده به زمان اوج پایدار، یه زمان که خیلی روج بودن و میترکوندن و اون زمان ها به حساب لیتو به عنوان عضو جدیدی بهشون اضافه شده بود، چند تا کار کرده بودن، یه آهنگ خیلی سم و باحال داده بودن به اسم آدم فضایی با همکاری خشار، خشیسار نه خشار پایدار که شاید خیلی از برابکس جدید نشناسن، تو آلبوم جدید عرفان بود. چه ترک سمیه با آهنگسازی علیرضا جی جی و اینجا جا داره اشاره کنم اگه با خانواده دارید میبینید برید تو اتاق، چون ورس که قراره بشنوید یه ورس خیلی فان و سمه که چقدر من خشایار رو دوست داشتم، ورسای فانش حرف نداشت، نمیدونم اینا رو از کجا می آورد. خلاصه هدفون بزن. نقش دست منو به صدا ناخدا بالا پایین لاکره ها شکار شاخ کسا. ترک بعدی یکی از ترک های آندرریتد لیسته از فرشاد که واه نگم واسهتون، این آهنگم تقریبا 10 سال عروش گذشته، خیلی ترک خوبیه، کاورش هم من خیلی دوست دارم، یه کاور ساده ولی پرمفهوم و باحال که به مفهوم آهنگم میاد، برعکس آهنگ که اسمش نیسته، این تو ما یه هست میبینیم با نقشه ایران که برعکسه اینجوری نیست. جیر خورای ارشاد در رنده الهام سیاه چادر چرخنده چشای لنده. ترکی که الان میخوام معرفی کنم به نظرم یکی از بهترین خروجی آرتیست های زیر 20 ساله که این تو 18 سالشون بوده، اونم برعکس وانتون زن، آهنگ الان بده، پر پانچ خوشگل، ورسای خفن، کورس خوب، بریج خوب، حرف نداره این آهنگ و این آهنگ خیلی کمک کرد به کریر وانتونز و اگه من یادم باشه فهم کنم یه استوری من از سپر خلصه دیده بودم که تو ماشین داشت این آهنگو گوش میداد، فهم میکنم شاید این آهنگ یکی از اون دلایلی بود که حالا با هم کانکت شدن این داستانو، نمیدونم ولی ترک عالیه. سره که بابا برنامه کنکوری تو رو چه به من تو پی برنامه کنکوری تو کف این پسرای پک داره. این ترک مال 12 سال پیشه، مال یکی از آلبومای فوق العاده که باز از آرتیست های زیر 20 سال بوده
و اینجا هم داروش سن کمی داشت، اگه اشتباه نکنم 17 سالش بود و اونم آلبوم سرباز صفر بود که چه آلبومی بود. یکی از ترکاش که من خیلی دوست دارم، امکان داره خیلی نتونیم پخش کنیم چون بیتش متعلق به جیکول آهنگ این دی مورنینگ، ولی چه آهنگیه. داریوش و بامداد توی رویاهام قدم میزنم، انقدر به آرزوم نزدیک شم بتونم بهشون دست بزنم و تو رویاهام قد بزنم. این ترک به نظر من یکی از بهترین ترکهای زیر 2 دقیقه رپ فارسیه که آلبوم عدل با این شروع می شد. و چه ترکیه. زندگی از فدایی، کوتاه مختصر با آهنگسازی شاهکار مهدیار آقاجانی. انقدر بیتش خوبه، من میخوام بیتشو اینجا واسهتون بذارم. البته که ورسم خوبه، ولی به قول فدایی میگه که تو فرچی فرم و رنگ و دسته بندی بس تبیز. یکی ترک سوپر آندرریتد، البته توی پلتفرم ها موقع توی تلگرام خیلی پلی میخورد و این داستان ها. یه آرتیستی بود به اسم اشک آن که اشک زیرزمین منظورش بود، اون آنمال آندرگراند بود و یه آلبومی داده بود. توی این آلبوم یه فیت خیلی باحال داشت با نیما نیموش به اسم کوله پشتی. هم ورس خود اشکان خیلی خوبه که هم قافیه هاش درسته، خیلی قافیه های باحالی داره، هم محتوای باحالی داره و همین که فلو خوبی داره و بعد که سویچ میکنه روی نیموش یه ملودی عالی و یه تکس باحال عالی. برو گوش کن. بیا که من خستم از این روند تکراری. این بود از این قسمت، پارت یکش. پارت دیگه هم هست، الان مطمئنم خیلی کامنت میذارم پس فلانی چی، یعنی اون آهنگی نداشت. اشتباه نکن، پارت بندیه، توی پارت های بعدی میبینیم. و آهنگی که فکر میکنی جا داشته بیشتر شنیده بشه یا فراموش شده حتما بنویس توی کامنت ها. و همچنین اگه ایده ای داری در قالب ویدیوها این شکلی حتما بنویس توی کامنت ها، زمانی که ساخته بشه کردیتش هم بهت میدیم. دمت گرم، لایک و سابسکرایب یادت نره و دیسلایک با دلیل منطقی. تا ویدیو بعدی امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. سی یو سون.